دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون 1 2 3 دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه با یه آموزش دیگه 1 2 3 دوستان عزیزم امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه با یه آموزش دیگه از سری آموزش‌های فاینال کات با شما هستیم. تو این آموزش می‌خوایم کار با ادجاستمنت لایر و کار با سالید رو یاد بگیریم. همونطوری که می‌دونید داخل نمی‌دونم شاید می‌دونید یا نمی‌دونید داخل فاینال کات ما چیزی به اسم ادجاستمنت لایر نداریم و باید اونو جداگانه نصب کنیم روی فاینال کاتمون. من فایل نصبیشو داخل فایل نصبیش به این صورته، من این فایل نصبی رو داخل کانال تلگرامی هفرنگ قرار میدم و میتونید از اونجا این فایل نصبی رو دانلود کنید و استفاده کنید. یعنی باید اول اون فایل نصبی رو دانلود کنید که ادجاستمنت لایر روی فاینال کات شما نصب بشه و بتونید استفاده کنید. وقتی که نصب کردید کجا میاد؟ وقتی که نصب کردید باید بیاین تو قسمت تایتل ها و تو قسمت تایتل رو انتخاب کنید. این بالا مثلا بنویسید اد یا ادجاستمنت، کلش رو بنویسید میاد بالا. ببینید این ادجاستمنت لایر اومد، میگیریم و میندازیم روی کل کلیپمون یا هر جایی که بخوایم میندازیمش. من الان میندازم رو کل این دوتا ویدیویی که دارم، یعنی ویدیوی ما به این صورت حرکت میکنه. بذار یکم طولانیه، من کوچکتر میکنم ویدیوها را که شما اذیت نشید. ویدیو به این صورت حرکت میکنه، بعد این حرکت میکنه، به این صورت ویدیوهای ما هست. الان کار ادجاستمنت لایه چی هست؟ کارش اینه که به تمام لایه های پایین تر افکت ها را اعمال میکنه. یعنی ما اگه بیایم یه افکت مثلا تو قسمت افکت ها نمیتونم یه افکت مثلا بلور را انتخاب کنیم، مثلا گاشیان بلر را من بدم، ببینید به کل افکت های پایین تر که هر چیزی هست اون رو داره اعمال میکنه. حالا من افکت گاشین رو پاک میکنم، مثلا یه افکت دیگه را اعمال میکنم، مثلا افکت نمیدونم یه افکتی که مثلا فلاشینگ رو اعمال میکنه. من ادجاستمنت رو پاک کردم، میام ادجاستمنت بازو رو قرار میدم، فلاشینگ رو میندازم رو ادجاستمنت. ببینید به کلش داره اعمال میکنه اون افکت. پس کار ادجاستمنت اینه که به کل لایه های پایین تر افکت رو اعمال میکنه. رفق الان من اگه بیام مثلا یه کالر بهش بدم، یه کالر سری مثلا به این، حالت من یه کالر دارم، این به هم به این ویدیو به این فوتیج هم به این فوتیج داله کالر رو میده. ببینید اگه رنگش رو من ببندم و باز کنم، یعنی ادجاست، بذار من یکم زوم کنم که شما ببینید، یکمی هم اینو بزرگتر میکنم که شما راحت ببینیدش به این صورت. من اگه اینو الان ببندم، یعنی آفش کنم، دیسیبل کنم و اینیبلش کنم، ببینید تغییر رنگ رو میبینید. پس این کار ادجاستمنت ها که من داخل کانال هفرنگ قرار میدم. الان من میخوام ببینید، الان من یه ویدیو دارم مثلا این میاد، اینم میاد، درسته؟ بعد دوست دارم ویدیو اینجا تموم بشه لوگوم بیاد، مثلا لوگوی هفرنگ بیاد، درسته؟ دوست دارم یه همچین لوگوی بعدش بیاد دیگه، بعد ویدیو میام همچین لوگوی قرار میگیره، درست؟ میام اندازه لوگو رو یکم کوچیک‌تر میکنم، اندازش هم کوچیک میکنم. میام آقا توپش رو اندازش مثلا اینجا و به این اندازه. الان میخوام بک پشتم سیاه نباشه دیگه، میخوام بک پشتم سفید باشه به فرض مثال، یا رنگ دیگه ای باشه. باید بیام چیکار کنم؟ بیام یه سالید بندازم پشت و یه سالید قرار بدم. بازم میام تو تایتل ها، میام تو جرنیشن ها و میام تو قسمت کاستوم رو انتخاب میکنم، میندازم تو کلیپ، میندازم تو قسمت پایینی که دارم. ببینید به این صورت. الان میام رنگ کاستوم رو تغییر میدم، الان رنگش سیاهه، میام رنگش رو مثلا نمیدونم چه رنگی دوست داری رفقا، این رنگ خوبه، به این رنگ قرار میدم به این صورت. به این صورت برای من اعمال میشه. الان باز داره میام یه ترانزیشن دیزالو بهش میدم، با کنترل تی ما میتونیم ترانزیشن رو قرار بدیم دیگه، احتیاج نیست بیام تو این قسمت و ترانزیشن رو برداریم بندازیم روش. کنترل تی که میزنم رو جفتش
اعمال میشه. ببینید اینجا یه فاصله هست، من اینو یکم زوم میدم، یه کنترل تیرم به این میدم دیزالو و از اولش پاک میکنم به این حالت. باز یه زوم بک میدم رفقا به این صورت. میتونیم حالا اندازه اینو زیادتر کنیم، کمتر کنیم، دیگه دست شما، سلیقه شماست که چه خواهید بخواید چه استفاده هایی ازش ببرید. پس اینم از کار با ادجاستمنت. مثلا میام باز یه افکت دیگه به ادجاستمنت میدم که شما بتونید نمیدونم حسش کنید دیگه. یه لاست بلک میدم ببین به این صورت. حالا باید بیام توی افکت ها و این اندازه هاشو درست در کنم. حالا این افکت جالبی نبود ولی خب حالا ببینیم به این صورت به کلش داره بز میده. پس این از کار ادجاستمنت و از سالید. پس سالید رو میایم تو قسمت جنریتور و کاستوم انتخاب بکنیم. سالید ببینیم باز دوباره اینجا داره یه سری تمپلیت های آماده دیگه هم به ما داره میده. مثلا ببینید این را داره به ما میده. بذاری من اون افکت رو پاک کنم از روی این. ببینید افکت های آماده داره به جز سالید. شما میتونید اونم بده. بذار من سالید رو پاک کنم. ببینید میتونید یه همچین افکت آماده دیگه بدید. میتونید افکت مثلا سنگ بدید. بذار بندازم روی ویدیو. ببینید افکت سنگ اینو دیسیبل کنم. ببینید این دیگه دست خود شماست که کدوم از این تمپلیت ها رو بخواید استفاده کنید. خب ما بیشتر یه چیز ساده تر گفتم که مد نظر باشه و بیشتر از کاستوم استفاده میکنیم. میتونید حتی حالت گرادینت هم داره به جای اینکه ساده ساده باشه حالت گرادینت داشته باشه. گرادینت رو میندازم اینو پاکش دیسیبلش میکنم. ببینید گرادینت ما باز رنگای گرادینت میتونیم از اینجا تغییر بدیم. امیدوارم رفقا از این آموزش استفاده کرده باشید. پس کار با ادجاستمنت و کار با سالید رو یاد گرفتیم، خیلی مهمه. یعنی این تو همه ویدیوهای ما استفاده میشه. یادتون نره اینو داخل کانال تلگرامم قرار میدم ادجاستمنت و فایل نصبیشو میتونید از اینجا دانلود کنید و نصب کنید. دوستتون دارم خیلی زیاد. خدا نگهدار.